خب مجدد هستم خدمتون، خسته نباشید. ادامه مبحث در مورد هایپرتروفی کاردیومیوپاتی ها هستش. HCM یا همون HCM. HCM شایع ترین بیماری مادرزادی در واقع ژنتیکی قلبی هستش. شایع ترین بیماری ژنتیکی قلبی هست که به صورت اتوزوم غالب منتقل میشه. تشخیص کلاسیک HCM به صورت یک LVH منتشر یا سگمنتال بدون همراهی با دیلاتاسیون حفره الوی هستش و به همراه عملکرد سیستولیک نرمال یا حتی سوپر نرمال. پس HCM قلب ضخیم میشه ولی حفره دیلاته نمیشه، عملکرد سیستولیک خوب یا حتی بهتر از خوبه. نارسای قلبی، آریتمی، ایسکمی و حتی سادن کاردیاک دث مهمترین عوارض HCM هستن. پس یک بیمار HCM در نهایت ممکنه به سمت آریتمی و نارسای قلبی و حتی سادن کاردیاک دث برسه. کرایتری های تشخیصی HCM شامل ضخامت دیواره الوی بیش از 15 میلیمتر، بیشتر مساوی 15 میلیمتر، در حداقل یک سگمان میوکارد هستش. و در صورتی که ضخامت دیواره الوی بیشتر یا مساوی 30 میلیمتر باشه، احتمال سادن کاردیاک دث هم افزایش پیدا میکنه. پس یکی از ریسک فاکتورهای افزایش سادن کاردیاک دث ضخامت بیشتر مساوی 30 میلیمتر. ولی از نظر تشخیصی حتی اگر در یک ناحیه، در یک سگمان الوی هم ضخامت بالا یا بیشتر مساوی 15 میلیمتر داشتیم، این مسئله دیگه به نفع هایپرتروفی کاردیومیوپاتی هستش. در بیشتر بیماران HCM هایپرتروفی سپتوم غیر قرین است و نسبت ضخامت دیواره سپتوم به دیواره اینفرولترال معمولاً بیشتر از 1.3 در بیمارانی که فشار خونی نیستن و بیشتر از 1.5 در بیماران هایپرتنسیو. اینو همون در واقع تحت عنوان اش میگیم، در واقع یک آسیمتریک هایپرتروفی هستش در سپتوم و این یکی از ویژگی های HCM هستش معمولا که عرض کردیم بیش از 1.3 در بیماران نورموتنسیف و بیشتر از 1.5 این نسبت در واقع سپتوم به دیواره اینفرولترال در مواردی که بیمار هایپرتنسیف هستش ارزش داره. یه سری انواع دیگه ما HCM داریم، شامل فرم کانسنتریک HCM، مید ونتریکولار HCM که در واقع فقط قسمت مید بطن، قسمت میانی بطن زخیم میشه، فرم اپیکال HCM که در واقع فقط هایپرتروفی در ایپکس اتفاق میفته، و یک فرم فوکال HCM حتی داریم که حالت مسلایک هستش، شبیه مس نشون میده خودشو، و همینطور یه فرم ریورس کرف HCM هم داریم که حالا عکسش اگه شد میگم خدمتتون. فرم اندستیج در HCM ما داریم. HCM میتونه دچار یه فاز اندستیجی بشه که بهش میگم فاز برن آت یا دایلیتد فاز. در واقع فرمی هستش که دیگه به قلب به سمت نازک شدن دیواره و دیلاتاسیون الوی و اختلال عملکرد سیستولیک سیر میکنه. شیوع این قضیه در بیماران HCM در حدود 2.4 تا 15 نزدیک 16% هستش. خیلی فاز بدیه. بیمار دچار دیلاتاسیون میشه، اختلال سیستولیک پیدا میکنه و خیلی دیواره بطن نازک میشه. این تصویری که مشاهده می‌فرمایید یک آسیمتریک در واقع سپتال هایپرتروفی رو می‌بینیم. در واقع در یک بیمار HCM یک آقای 57 ساله هستش. شکل آ نمای شورت اکسیس مولتیپلانال یا هم MPR از ناحیه فاز از فاز شریانی کاردیاک سیتی گرفته شده. یک هایپرتروفی آسیمتریکی رو در ناحیه مید آنتریور سپتال و اینفریور در الویوال دیده میشه که در این تصویر هم تو که حتما در نظر داشته باشیم در فاز اند دیاستول گرفته شده، جز اینم نباید باشه. شکل B نمای MPR شورت اکسیس فاز تأخیری سیتی رو نشون میده. در فاز تأخیری گفتیم 5 تا 15 دقیقه بعد از فاز اول، فاز شریانی اول در حین سیتی آنژیو گرفته میشه. و شکل سی هم یک تصویر MRI هستش که یک در واقع تصویر لیت گادنوم انهانسمنت MRI هستش و یک فیبروز منتشر و شدید ترانسمورال یا در ناحیه سپتوم و آنتریور و اینفریور وال میبینیم. پس با تصاویر سیتی ما ضخامت رو تونستیم تشخیص بدیم که ضخامت نسبت به این ناحیه روبروش آسیمتریک هستش، اش داره مریض، و در تصاویر تأخیریش هم
همطور که مشاهده فرمودید ما یک اختلال انهانسمنتی رو در واقع در این نواحی ما داریم میبینیم. این شکلی که میبینیم یک بیمار HCM هست که فرم HCMش میدونتریکولار، همطور که عرض کردیم HCM میتونه در هر ناحیه از بطن ایجاد بشه. این شکل در واقع فرم میدونتریکولار HCM هستش که در فاز در واقع بیمار فاز اند استیج رسیده، یک خانم 76 ساله است، شکل A یک نمای فور چمبر امپیار و شکل B در واقع تصاویر تأخیریش رو نشون میده. در این تصاویر هایپرتروفی مید ونتریکولار به همراه نازکی ناحیه اپکس رو میبینیم که در واقع نمای ساعت شنی یا دمبل شکل رو ایجاد کرده. یک انهانسمنت ترانس مورال در ناحیه اپکس میبینیم، همچنین ناحیه ساب اندوکارد یا ناحیه هایپو اتنویشن هست که این هم احتمالا لخت است. در این شکل هم هایپرتروفی ایزوله ایپکسه، بیمار اپکسش هایپرتروفایز شده. در بیماری که در واقع یک هایپر در واقع فرم در واقع HCMی هستش که هایپرتروفاید هست و در ناحیه اپکسش، در این بیمار اپکس کوچیکه، یک آنوریس ببخشید که آنوریس کوچیک در ناحیه اپکسش داره و در این فرم HCM یافته که شایعه همین آنوریسم کوچیکی هست که در اپکس ما میبینیم. پس در واقع این نوع HCM اپیکال همیشه به احتمال زیاد ممکنه که ما یک آنوریسم کوچولوی در اون ناحیه دیده بشه. این هم باز یک تصویر دیگه از یک بیمار با اپیکال HCM هستش که همونطور که میبینید قسمت بیس و میت تقریبا ضخامت نرمال و خوبی دارن. در ناحیه اپکس بیمار دچار هایپرتروفی شده. در این تصویر هم انواع HCM رو در واقع ما هم مقایسه کرده. تصویر ردیف اول یک HCM سپتاله، همونطور که میبینیم یک تیکه سپتال کاملا ضخیم شده. تصویر دوم، ردیف دوم، یک مید ونتریکولار HCM به همراه اپیکال آنوریسم رو داره نشون میده. تصویر ردیف سوم یک اپیکال آنوریسم، اپیکال HCM رو داره نشون میده و تصویر آخری کانسنتریک HCM هستش که همونطور که مشاهده میفرمایید به طور یک نواخت قلب ضخیم شده و یک ناحیه در واقع اش دیگه ند مریض کاملا در تمام در واقع ضخامتش افزایش سایز پیدا کرده. به کمک تصاویر سی تی در بیماران HCM شدت و محل و توزیع LVH و همینطور عمل کرده سیستولی که بطن چپ، دریچه میترال، آپاراتوسش، همینطور انسداد اینترونتیکولار، میزان گسترش فیبروز با تصاویر تأخیری و همینطور میتونیم به دست بیاریم، همینطور میتونیم ای سی وی رو به دست بیاریم. اگر بیمار دچار کریپت شده باشه در بطن چپ میتونیم با کمک سی تی ببینیم. همچنین همزمان امکان بررسی آناتومی عروق کرونر ما در سی تی داریم. پس اگر تنگی داشته باشه کرونر، اگر میوکاردیو بریجی داشته باشه قابل تشخیصه. خصوصا در شرایطی که تصاویر اکو مناسب نیست و بیمار قادر به انجام به هر دلیل قادر به انجام MRI نیستش. پس با سی تی در بیمار HCM هم میتونیم ضخامتش رو مشخص کنیم، محل HCMش رو، اختراع عملکرد سیستولیک و خود عملکرد دریچه میترال رو ببینیم که آیا مشکلی داره یا نداره و فیبروز رو میتونیم تشخیص بدیم، انسداد اینترونتیکولار رو میتونیم تشخیص بدیم، کریپت رو میتونیم تشخیص بدیم و همینطور ECB رو میتونیم اندازه‌گیری کنیم که گفتیم یکی از مارکرهای خیلی خوبی هستش برای تعیین فیبروز. بیمار بعدی که خدمتون عرض میکنم سارکویدوز هستش. سارکویدوز در واقع کاردیوک سارکویدوز یک بیماری مولتی سیستمیک هستش ولی خوشبختانه نادره، علتش ناشناخته است. به صورت یک بروز یک گراندولوم اپیتلیوید غیرکازئوز هستش. علائم بالینی کاردیوک سارکویدوز از یک رنج کاملا بی علامت تا سادن کاردیوک دس و نارسایی قلبی پیشرفته متغیر. اگرچه گرانولوم و یا اسکار فیبروز میتونه هر جایی از میوکارد درگیر کنه ولی توزیع ترانس مورال شایع ترین فرم اسکار در بیماران سارکویدوز هستش.
زایای غیر ترانسمورال هم اغلب به صورت اگر باشه به صورت ساب اپیکارد یا مید میوکاردیاله. پس فرم ساب اندوکارد ما معمولا به صورت تکی نداریم در بیماران سارکویدوز. پس یا ترانسمورال به طور شایع‌تر، ولی اگر هم حالا ترانسمورال نباشه به صورت ساب اپیکارد یا مید میوکاردیال فیبروز ما میبینیم در بیماران سارکویدوز و در هر جای قلب هم این فیبروز میتونه دیده بشه. پس یک جای مشخصی از میوکارد رو درگیر نمیکنه. از بی علامت تا علائم مثل سادن کاردیوکتیس و نارسای قلبی میتونه تفاوت فاز داشته باشه. فاز اکتیو سارکویدوز، اون فاز اکتیو بیماریش به صورت زخیم شدگی فوکال میوکارد دیده میشه، در حالی که در فاز مزمن زایات سارکویدوز در نهایت از طریق فیبروز میوکارد بهبود پیدا میکنه. یعنی وقتی که بیمار دچار فیبروز میشه در واقع داره دچار فاز بهبود اون فاز حادش میشه که منجر به نازک شدگی میوکارد میشه، اختلال عملکرد رژیونال بطنی میتونه پیدا کنه و حتی آنوریسمال بشه. پس جالبه بدونیم که سارکویدوز اگر دیوار میوکارد زخیم دیدیم به صورت فوکالی احتمالاً فاز حاده. وقتی که کم کم فیبروز جایگزین شد، میوکارد نازک شد، اختلال عملکرد پیدا کرد، آنوریسم شکل شد، دیگه در واقع وارد فاز مزمن سارکویدوز شدیم. در تصاویر دیلین هنسمت در سی ام آر، تشخیص کاردیوک سارکویدوز در سی ام آر به صورت درگیری مولتی فوکال ناحیه بیس آنتروسپتال و اینفروسپتال، پس در ناحیه بازال آنتروسپتال و اینفروسپتال شایع‌ترین نواحی هستش که در سی ام آر بیماران سارکویدوز ما درگیری میبینیم. نشانه امتداد گسترش به بطن راستم هست، در واقع نواحی آروین سرشن پوینت معمولا درگیره. در کاردیوکسیتی هایپوکینزی ناحیه‌ای یا گلوبال به همراه ضخامت فوکال دیواره در فرم حاد و نازک شدگی فوکال و آنوریسم بطنی در فرم مزمن و پتن‌های مختلف فیبروز به صورت ترانسمورال، ساب اپیکاردیال یا میدوال دیده میشه. همینطور افزایش میزان ECV میوکارد رو به همراه درگیری سایر ارگان‌ها می‌بینیم. در سارکویدوز حتما بدونیم که خیلی وقت ارگان‌های دیگه علل خصوص ریه درگیره و ممکنه فرم حاد ضخامت فوکال ببینیم، در فرم مزمن از کرم نازک شدگی فوکال یا آنوریسم بطنی ببینیم. پترن فیبروز گفتیم، دوباره تاکید میکنم، خیلی متغیره. از ترانسمورال میتونه باشه، ساب اپیکارد یا میدوال میتونه باشه، هر ناحیه از بطن رو میتونه درگیر کنه، علل خصوص عرض کردیم در ناحیه بیزال آنتروسپتال و اینفروسپتال به خصوص بیشتر درگیر میشه. ECV در این بیماران به طور واضح افزایش پیدا کرده است و درگیر سایر ارگان ها رو هم میبینیم. عنوان بیماری بعدی که خدمتون عرض میکنم آمیلویدوز. کاردیوک آمیلویدوز علتش رسوب در واقع پروتئین آمیلوید در فضای خارج سلولی میوکارد. پس آمیلوید میاد در فضای اکستراسلولار در میوکارد رسوب پیدا میکنه، بهش میگن آمیلویدوز. اکثر موارد کاردیوک آمیلویدوز هم ناشی از رسوب یکی از این دو پروتئین معروفه، یکی از پروتئین زنجیری سبک یا در واقع ترانس تایترین هستش. این تصویری که مشاهده می‌فرمایید یک کاردیوک آمیلویدوزه. در یک بیمار 74 ساله است، با چسپه مراجعه کرده بوده. همونطور که نگاه می‌فرمایید شکل آ یک تصویر تو چمبر امپیار فاز شریانی سیتی رو نشون میده و تصویر شکل بی یک فاز تأخیری کاردیوک سیتی رو نشون میده. این تصاویر حین مید دیاستول گرفته شده و هایپرتروفی الوی و پترن فیبروز یا انهانسمنت منتشری رو ما در ناحیه ساب اندوکارد و یا حتی توی حدود ترانسمورال میبینیم. پس این دقیقا برعکس سارکویدوز که گفتیم به تنهایی معمولا ساب اندوکارد نمیده و اصلا یا ترانسمورال یا ساب اپیکارد یا میدواله، در آمیلویدوز اتفاقا ما به صورت دیفیوز ساب اندوکاردیال در واقع فایبروز و انهانسمنت رو ما داریم. حتی باز هم بعد من همینجا اشاره کنم که تشخیص مواردی مثل سارکویدوز آمیلویدوز با سیتی خیلی مشکله و در حالی که با MRI به راحتی قابل تشخیصه و اطمینان بالاتری هم در تصویب MRI برای تشخیص داریم. پس در واقع چویس تشخیصی سارکویدوز و آمیلویدوز قطعا MRI هستش، نه سیتی، ولی با کمک سیتی هم تا حدودی میتونیم به این قضیه شک بکنیم.
این تصویر هم که مشاهده می‌فرمایید کاردیاک سارکوئیدوز در یک خانم 61 ساله رو داره نشون میده که ایشون با آریتمی و تنگی نفس ظاهرا مراجعه کرده بودن. شکل آ نمای شورت اکسیس امپیار فاز شریانی، یک هایپرتروفی آسیمتریک رو داریم میبینیم در مید سپتوم به خصوص و دیواره اینفریور و لترال وال در اندیدیاستول هست تصویر. شکل بی یک فاز تأخیری سی تی رو داریم میبینیم و شکل سی سی ام آر بیمار رو داریم میبینیم. همطور که مشاهده میفرمایید در این بیمار در واقع کیس سارکوئیدوز این نواحی انهانسمنت به صورت یه مقدارش شاید بگیم ترانسمورال هستش، منتشره و یه مقدارش در یه جاهای سابپیکارد هستش به خود در این ناحیه سپتوم و این نواحی ترانسمورال شده که در تصاویر MRI میبینیم که فیبروز منتشر به صورت میدوال و ترانسمورال در کل دیواره بطن دیده میشه. در واقع یک سارکوئیدوز خیلی پیشرفته است و منتشره. این تصویرم که باز میبینید یک بیمار سارکوئیدوز هست که دیل انهانسمنتش رو گرفتن و بازم در مید میوکارد در به خصوص در سپتوم در ناحیه مید میوکارد ما همینطور در دیواره لترال ما درگیری در واقع فیبروتیز و فیبروتیک رو داریم میبینیم. در واقع فیبروز میدوال رو چه در سپتوم چه در دیواره لترال در این تصاویر تأخیر سیتی مشاهده میکنید و همچنین که باز میبینید در امارای خیلی تشخیص راحت تره، ولی خب با کمک سیتی هم تا حدودی میتونیم به این مسئله شک بکنیم. بیمار بعدی که خدمتون عرض میکنم کیس در واقع بیماران DCM یا دیلیتد کاردیومیوپاتی هستش. DCM یا دیلیتد کاردیومیوپاتی شایع ترین نوع کاردیومیوپاتی غیر ایسکمی که به صورت یک حالت در واقع اندستیجی هست از انواع کاردیومیوپاتی های غیر ایسکمی. در واقع اندستیج تمام کاردیومیوپاتی غیر ایسکمی که آخرشون میشن DCM. DCM چی هستش؟ در واقع از تعریفی DCM دیلاتاسیون الوی و اختلال عملکرد انقباضیه در الویه که بدون همراهی با تنگی عروق کرونر باشه یا ارتباطی با پرشر اوورلود میبارن هایپرتنسی با اینا ربط نداشته باشه و ربطی با بیماری های کاردیومیوپاتی اینفیلتریتیف نداشته باشه. در واقع DCM زمانی که عملکرد سیستولیک بسیار افت میکنه و قلب دایلیت میشه، ارتباطی هم با بیماری کرونر و مسائل فشار در واقع خدمت شما عرض شود با پرشر اوورلود نداره. این تصویر هم که مشاهده می‌فرمایید یک بیمار آقای 63 ساله است. تصاویر شورت اکسیسی ازش گرفته شده، امپیار در فاز شریانی و بله همین تصویری که در واقع مشاهده می‌فرمایید یک بیمار آقای عرض کردم 63 ساله است، نمای شورت اکسیس فاز شریانی در اندیدیاستول شکل A و اندسیستول در شکل B هستش. در این تصاویر بطن چپ میبینیم دیلاته است، زخامت میوکارد نسبتاً حفظ شده، هایپوکینزی شدیدی بیمار داره. شکل C هم تصاویر تأخیر فورچمبر CMR رو داره نشون میده که به صورت فیبروز خفیفی در ناحیه میدوال سپتوم دیده میشه و EF مریض 14% EDVI در واقع EDV در واقع اندیاستولیک والیوم و اندسیستولیک والیوم افزایش یافته ای داره. این بیمار در واقع کیس دیلیتد کاردیومیوپاتی هستش که قلب زخامت باریک نازکی پیدا کرده، قلب در واقع دیامترش افزایش یافته و افت EF داره. همونطور که میبینید فیبروز خیلی خفیفه در ناحیه میدوال در بیمار DCM دیده شده، هرچند که فیبروز شدیدتر هم در DCM داریم. خب این تصویر که مشاهده می کنید باز هم یک بیمار DCM دیلاتاسیون شدید بطن چپ با افزایش دیامتر اندیدیاستول الوی داریم، هم در نمای شورت اکسیس هم در نمای فورچمبر دیده میشه. اینجا هم باز میبینیم که بیمار EFش کاهش یافته است. این در واقع شکلی که میبینیم میشه که کلاسیک DCM هستش. دیلاتاسیون بطن چپ و اختلال عملکرد سیستولیک گلوبال بطن چپ بدون اختلال عملکرد رژیونال، بدون که مریض رنج وال موشن ابنورمالیتی داشته باشه، این یافته کاراکتریستیک در DCM هستش. قلب دایلیت شده، گلوبال EFش افتاده.
و گاهن همراه با درگیری بطن راست، همراه با هایپرترابکولیشن هر دو بطن هم میتونه باشه. همونطور که در تصویر قبل دیدیم یه مقدار ترابکولیشن ها هم در این بیمار دی سی ام افزایش یافته است. دیوار الوی اغلب تین و نازکه، میتونه گاهن زخامت نرمال یا افزایش یافته هم حتی بیمار دی سی ام داشته باشه. ترومبوز مورال در الوی و گاهن در دهلیز ها هم دیده میشه. دی سی ام همچنین با یک فته بود دپوزیشن در میوکارد در حدود 18 تا 24 درصد از موارد دیده میشه. در سی تی قلب ما نازک شدگی دیواره الوی، در واقع زخامتی حتی کمتر از 5.5 میلی متر در پایان دیاستول ما داریم در بیماران دی سی ام. یک دیلی انهانسمنت خطی در ناحیه میدوال بدون همراهی با کورونر آرتری دیزیز، چون معمولا کورونر دیزیز اگر باشه یا ترانسمورال یا حداقل ساب اندوکارد هست. ما تو در فرم دی سی ام ما اصلا پترن ایسکمیک نداریم در فیبروزمون. انهانسمنتمون، دیلی انهانسمنتمون بیشتر در ناحیه میدواله و این خیلی کمک میکنه به افتراق دی سی ام از بیماران ایسکمیک، چون در ایسکمیک کاردیومیوپاتی همیشه حداقل ساب اندوکارد درگیر هستش. مورد بعدی که خدمتتون عرض میکنم الوی نان کامپکشن هستش یا کاردیومیوپاتی نان کامپکشن. به صورت یک ترابکولیشن های زیاد و شدید در الوی و یک سری رسس های اینترترابکولار عمیق دیده میشه. نان کامپکشن کاردیومیوپاتی در ابتدا توسط اکو تشخیص داده میشه معمولا، سپس در MRI یافته های از افزایش زخامت ناحیه نان کامپکت و غیر متراکم نسبت به ناحیه کامپکت دیده میشه. در واقع نواحی هستش که خیلی ترابکوله است، این حالت اسفنجی پیدا کرده قلب و این زخامت نسبت به ناحیه کامپکت میوکارد خیلی بیشتره. شایع‌ترین ناحیه‌ای هم که در الوی نان کامپکشن درگیر میشه سگمان های اپیکال و ناحیه میدونتریکولار در اینفریور و لترال وال هستش در الوی. در کاردیوکسیتی با تصاویر واضحی که داریم میتونیم ترابکولاسیون های امتداد دیواره الوی رو ببینیم. اندازه‌گیری دقیق زخامت در فاز اندیاستول در ناحیه نان کامپکت و کامپکت میتونیم به دست بیاریم و همچنین میتونیم نواحی ساب اندوکارد رو از نظر دیلی انهانسمنت مورد بررسی قرار بدیم. حتما یادتون باشه که اگر نسبت نان کامپکت یا غیر متراکم نسبت به ناحیه متراکم و کامپکت در میوکارد از عدد 2.2 در بیش از 2 سگمان بیشتر بود، این به نفع تشخیص نان کامپکشن، الوی نان کامپکشن هستش. پس ما میتونیم با سی تی این نواحی رو اندازه گیری کنیم، نسبت نان کامپکت به کامپکت اگر در بیش از 2 سگمان بیش از 2.2 بود، در حدود 2.2 تو بیش از 2.2 بود، به نفع نان کامپکشن کاردیومیوپاتی هستش. علاوه بر اون در کاردیوک سی تی اختلال عمل کرده سیستولیک بطن چپ و همینطور ترومبوز الوی را میتونیم در این بیماران تشخیص بدیم. حتی که در این تصویر میبینید یک بیمار نان کامپکشن کاردیومیوپاتی را نشون داده، یه خانوم 33 ساله است با چست پین مراجعه کرده. ظاهرن این شکل سی تی یک تصاویر امپیار شورت اکسیس در فاز شریانیه در اند دیاستول. حتما خاطرون باشه بیشتر اکثریت تقریبا میشه گفت بیشتر تصویر برداری و اندازه گیری که ما در تصاویر سی تی یا ام آر میگیریم اکثرا نه همیشه در فاز اند دیاستول هستش اندازه گیری ها. این هم هست، همین قاعده مستثنا نیست. در واقع در اند دیاستول در نمای شورت اکسیس، هرچند ما برای کرایتریای تشخیصی که برای نان کامپکشن به عنوان مثال در ام آر آی داریم در لانگ اکسیس هم میشه اندازه گیری کرد، ما تا حالا این تصویر رو در شورت اکسیس گرفته. ناحیه نان کامپکت اندازش نسبت به اون ناحیه کامپکت میوکارد که ما داریم میبینیم در اون سطحی که دیده شده، عرض کردیم شایع‌تر اینجا در اپکس و میدونتریکولار لترال اینفریور هستش، حالا این در دیوار لترال زارن گرفته شده، این نسبت اگر بیش از 2.2 باشد در بیش از 2 سگمان به نفع نان کامپکشن کاردیومیوپاتی هستش که در اینجا 2.3 شده. این هم بازی تصویر دیگه هستش که نرمای شورت اکسیس و تو چمبر در اند دیاستول گرفته شده. باز اینجا ما ترابکولیشن های نسبتاً پرومیننت رو در ناحیه اپیکال الوی میبینیم، در این نواحی اپیکال الوی به نفع نان کامپکشن هستش. این نسبت نان کامپکت به کامپکت هم در این بیمار ظاهراً 3.14 بوده. در مورد میوکاردیت ها
میوکاردیت یک بیماری التهابی مزمن یا هات هستش در میوکارد که خود به عنوان یک عامل زمینه مهم برای دیگر بیماری های میوکارد مطرح هستش. یعنی خود میوکاردیت میتونه زمینه ساز یه سری بیماری ها در قلب بشه. میوکارد به صورت آسیب مستقیم، در واقع میوکاردیت به عنوان آسیب مستقیم به میوسیت ها شناخته میشه، میتونه منجر به ادم، نکروز و اختلالات حرکتی ناحیه یا حتی گلوبال بطن بشه. این تصویرم که در واقع میبینید، ببخشید، در بیمارانی که با چست پین هات مراجعه کردن، آنزیم های قلبشون بالا رفته، به کمک سیتی ما میتونیم میوکاردیت رو از ACS acute coronary syndrome تشخیص بدیم. اول اینکه خب مسلما بیمار تنگی سیگنیفیکانت کورونری نداره در سیتی آنژیو. این از این، از طرفی میتونیم با کمک تصاویر دیلی انهانسمنتی که میتونیم داریم به راحتی تو بیماران میوکاردیت در نواحی میدوال یا ساب اپیکارد اون دیلی انهانسمنت رو ببینیم و این باز هم در افتراق میوکاردیت از بیماری ایسکمی کمک میکنه. همونطور که باز هم تاکید میکنم دیلی انهانسمنت در ایسکمی حتما ساب اندوکار درگیره، البته میتونه تا میدوار و حتی بسیار ترانسمورال شده باشه، ولی حتما ساب اندوکار درگیره در بیماران ایسکمی، در حالی که در میوکاردیت معمولا پترن درگیری از ناحیه ساب اندوکارد و میدوار هستش. و خصوصا نکته که در کمکی که در سیتی به ما در تشخیص میوکاردیت میکنه اینه که ما نگاه میکنیم و میبینیم مریض کرونرش رو میتونیم بررسی کنیم و میبینیم که مریض درگیری عروق کرونر ندارد. پس اصل قضیه، یعنی سیگنیفیکانت کرونر آرتری دیزیز رو میتونیم به این روش ما حذف کنیم از تشخیصمون. این تصویر که مشاهده میفرمایید یه بیمار آقای 25 ساله ظاهرا بوده که با تنگی نفس از حدود 10 روز پیش مراجعه کرده بوده. شکل یک نمای شورت اکسیس و امپیار فاز شریانی رو نشون، فاز ببخشید تأخیری رو داره نشون میده و یه تصاویر در واقع دیلی انهانسمنت هستش. همونطور که میبینید در ناحیه میدوال توی حدودی هم شاید بگیم ساب اپیکار، ولی بیشتر در ناحیه میدوال سپتوم در واقع ناحیه آنتروسپتال و همینطور ساب اپیکارد در دیواره لترال و آنتریو لات آنترو لترال و در واقع لترال وال ما یک دیلی انهانسمنت رو میبینیم که این پترن چه به صورت میدوار به خصوص اگه ساب اپیکارد باشه به نفع میوکاردیت میتونه باشه. خب بیماری بعدی که خدمتتون عرض میکنم ARVD یا آریتموجنیک RV کاردیومیوپاتی هستش. ARVD در واقع علتش جایگزینی بافت فیبروفتی در بطن راست و درگیری متغیری از بطن چپ هستش که به صورت تیپیک در افراد جوانی که با آریتمی مراجعه میکنن دیده میشه. پس ARVD جایگزین بافت فیبروز و چربی در بطن راست و گاهن در بطن چپ در فرد جوانی که با آریتمی مراجعه کرده باید حتما جزء تشخیص افتراقیامون در نظر داشته باشیم. در سیتی این بیماران بافت چربی ممکنه در میوکارد آروی نشون داده باشه که بر اساس معیارهای تکس فورس و ARVC اینا تعریف میشن. این تصویرم که مشاهده میکنید یک کیس ARVD هستش که بافت چربی در میوکارد بطن راست میبینیم جایگزین شده، آروی دایلیته و فیلوار آروی درگیر شده با بافت چربی. باز هم من اینجا تاکید کنم که تشخیص ARVD مقدار با سیتی کار سختیه، هرچند حالا تا حدودی میتونیم اینجا اتنویشن رو بگیریم و ببینیم چربی هست، اما صرفاً جایگزینی چربی به نفع ARVD نیست. در واقع میتونیم بگیم اخیراً هم حتی ارزشش کاهش پیدا کرده. پس ما اگه بتونیم فیبروز ببینیم، یه سری معیارهای که به عنوان مثال در MRI داریم برای تشخیص ARVD، در تکس فورس MRI اون کرایتریایی که داریم به کمک اون میتونیم ARVD رو تشخیص بدیم، چه از نظر معیارهای حجمی، چه عمل کردی و همینطور از نظر پترن فیبروز قطعاً MRI شاید راحت تر باشه باش تشخیص ARVD و یه مقداری کار ما راحت تر میکنه نسبت به سیتی. خب بیماری بعدی که خدمتتون عرض میکنم استرس ایندیوس کاردیومیوپاتی یا همون تاکوتوسوبا هستش. این تاکوتوسوبا یا استرس ایندیوس کاردیومیوپاتی یک اختلال برگشت پذیر در عملکرد
سیستولیک بطن چپه که در بدون همراهی با کورنر آرتری دیزیز هستش، اغلب پس از یک استرس شدید روحی اتفاق میفته. البته استرس های جسمی هم میتونه عامل تاکتوسوبا باشه. در تصاویر سیتی در واقع سینه ایمیجینگ، پترن اختصاصی این بیماری یک هایپرکینزی یعنی افزایش انقباض در سگمان بازال همراه با هایپوکینزی یا آکینزی یعنی کاهش انقباض در سگمان اپیکال هستش. یعنی برعکس اپیکس که تقریبا عمل کردش رو از دست میده تو بیماران تاکتوسوبا و خیلی باد کرده و که در واقع انقباض خوبی نداره، برعکس ناحیه بازال بطن کاملا پرفعالیت و در واقع هایپرکینتیک میشه. این تصویر پترن اختصاصی تاکتوسوباه که بهش میگن اپیکال بالونینگ و این ویژگی اختصاصی و کلاسیک تاکتوسوبا هستش. البته همونطور که بعد عرض کنم خدمتتون، تاکتوسوبا فرم‌های غیر کلاسیک هم داره که در فرم‌های غیر تیپیکش به طور عکس میتونه هایپرکینزی در اپکس باشه، آکینزی در ناحیه سگمان بازال باشه و یا حتی آکینزی و هایپوکینزی در سگمان میده بطن اتفاق بیفته و اپکس و بازال انقباض زیادتری هم پیدا بکنه. پس ما در واقع سه فرم تاکتوسوبا داریم. یک فرمی هست که فرم کلاسیکشه، اپیکال بالونینگ میگن، ناحیه اپکس هایپوکینتیک یا آکینتیک میشه، ناحیه مید و به خصوص بیس هایپرکینتیک میشه. این فرم کلاسیک تاکتوسوبا عرض کردم معمولا، حالا باز بعد اینجا من اشاره بکنم، اکثرا حالا نه همیشه، تقریبا در شاید 70-80% 90% موارد، در دست خیلی بالا یعنی خاطرم نیست، در خانم های پست منوپوزال اتفاق میفته یا پری منوپوزال اتفاق میفته به دنبال یک در واقع تریگر اموشنال، در واقع یک استرس روحی شدید، گاهن استرس های جسمی یا حتی بیمار های در مشکلات نورولوژیک ممکنه اتفاق رخ بده. و نکته اصلی که هست اینه که معمولاً در اکثریت موارد تاکتوسوبا با برگشت پذیره با یه سکر خیلی کم و میتونه سه فرم کلاسیک و غیر کلاسیک داره. کلاسیکش که عرض کردم اپیکال بالونینگه. فرم های ریورس تاکاتوسوبو داریم که در واقع اپکس کاملا آکینتیک میشه و مید و به خصوص بیس، مید و به خصوص اپکس پرفعالیت میشن، هایپرکینتیک میشن، بهش میگن ریورس تاکاتوسوبو. یه فرم مید ونتریکولار هم داره که از کنم خدمتون. و جالبی که بدونیم که تاکتوسوبا بعضا دیده شده در یک فرد چند بار اتفاق افتاده، مثل در واقع حملاتی بوده که در بیمار اتفاق افتاده در زمانهای مختلف و حتی در یک فرد هم ممکنه این سه فرم به صورت متناوب رخ بده. یعنی اگر بیمار اپیزود قبلش به صورت کلاسیک تاکتوسوبا بوده، ممکنه اپیزود بعدیش به صورت ریورس تاکتوسوبا یا مید ونتیکولار باشه و در واقع این وضعیت رو داره. سی تی اسکن به طور خاص میتونه کورنر آرتری دیزیز رو در این بیماران رد بکنه. به کمک تصاویر تأخیری هم میبینیم که اغلب این بیماران انهانسمنت پیدا، دیلی انهانسمنت ندارن یا اگر باشه بسیار ناچیزه. در واقع ما بگیم فیبروز میوکار و اون انهانسمنت حالا بگیم در بیماران تاکتوسوبا زیاد دیده نمیشه، اگر هم باشه بسیار خیلی جزئی تر، خیلی کم رنگ تر نسبت به بیماران ایسکمی و میوکاردیت هستش. این تصویر که مشاهده می کنید یه بیمار با تاکتوسوبا سیندروم هستش. شکل A و C در واقع در اند دیاستول گرفته شده و شکل در واقع D و B در فاز اند سیستول گرفته شده. همطور که ملاحظه می فهمید هایپرکینزی در ناحیه بازال به همراه آکینزی و هایپوکینزی در ناحیه مید دیده میشه. در واقع اینجا شاید اون فرم مید ونتریکولار به خصوص بهتر بیان شده. در واقع بازال انقباضش نسبت به فاز دیاستول خیلی خوب منقبض شده، اپکس نسبتا خوب منقبض شده ولی مید بی حرکت مونده این ناحیه، نسبت به فاز دیاستول دیده نشده. این در واقع میشه گفت فرم مید ونتریکولار تاکتوسوبا هستش. ببخشید فکر کنم دیگه خستتون کردم. یه مقدار من یه اشاره کوچیکم به پریکارد و بیماری های پریکارد میکنم که یه توضیح داده باشم و دیگه خیلی خستتون نکنم. در مورد آناتومی پریکارد بعد عرض کنم که پریکارد از دو لایه تشکیل شده
یک لایه داخلی که بهش لایه ویسرال میگن، یه لایه در واقع لایه ویسرال به سطح میوکارد و چربی اپیکارد چسبیده. لایه دیگه ای که از لایه پریکارد خارجی هستش که پریتار هستش و حاوی ماده سروزی هستش که در حدود 50 سی سی و مایه پریکارد محسوب میشه. در تصاویر سی تی ضخامت پریکارد اغلب کمتر از 2 میلیمتر هستش، ولی تا 4 میلیمتر هم در واقع اگر ضخامت بیش از 4 میلیمتر برسه دیگه بهش میگیم اب نورمال. پس بین 2 تا 4 میلیمتر تقریبا ضخامت نرمال هستش، بالای 4 میلیمتر برسه دیگه 100% اب نورماله. بین نرمال نورمال زیر 2 میلیمتر هست. اگر بیش از 50 سی سی مایه در فضای پریکارد جمع بشه بهش میگیم پریکاردیال افیوژن، پس تا 50 سی سیش نرماله. پریکاردیال افیوژن به صورت ترانسودا یا اگزوداتیف میتونه بروز کنه، میتونه از مکانیزم‌های متفاوتی عاملش باشه، شامل التهاب، عفونت و تروما، یا حتی میتونه عوامل ایاتروژنیک عاملش باشه. نقش اصلی سی تی قلب در بررسی پریکاردیال افیوژن برای افتراق تجمع مایه ساده از کمپلکس خیلی کمک کننده است، علل خصوص که افیوژن های لوکوله نیاز به اقدامات مداخله ای دارن. پس سی تی خیلی اینجا نقش پررنگی پیدا میکنه که ما بگیم این افیوژن ساده است یا کامپلکس. بعد خدمت شما عرض شود که هموپریکارد در مواردی مثل مواردی شبیه بدخیمی ها، تروما، ببخشید من فکر کنم یه اسلاید رو جا انداختم، بله، پریکارد افیوژن ساده یا همون ترانزودا یک دانسیتی نزدیک به آب داره در سیتی و افتراق افیوژن ترانزودا از اگزودا همیشه فقط بر اساس ایمیجینگ به تنهایی قطعا نیست، ولی یک مایه با دانسیتی هتروژن اگه داشتیم دانسیتش افزایش یافته بود و مایه وجودش در نواحی نان دیپندنت بود، مثلا در نواحی اپکس الوی بود، در نواحی بود که خیلی دیپندنت نیست و یک جایی بود که در واقع ارتباطی با در واقع اون حالت جاذبه نداشت و هتروژن بود و دانسیت افزایش یافته بود، اینها همه به نفع اگزوتاتیف بودن اون مایه هستش. هموپریکارد هم در مواردی مثل مالیگنانسی ها، تروما یا حتی رابچر آورت میتونه رخ بده و ظاهرش در سیتی بستگی به سن بلیدینگ داره. همونطور که میدونید در سیتی در واقع جریان خونی که ایجاد میشه، اون خونریزی که ایجاد میشه از زمانی که خون فعال حاده تا زمانی که تبدیل به کلات میشه، یه دانسیت های مختلف و اتنویشن های مختلفی در سیتی داره که بر اساس سن خونریزی میتونیم حدودش رو تعیین کنیم که در چه زمانی اتفاق افتاده. یک هموپریکارد حاد در سیتی معمولا دانسیته بالایی داره، در حالی که یک هماتوم تحت حاد یک دانسیته هتروژن پایین تری داره. این تصویر رو مشاهده میکنید یک پریکاردیال افیوژن ساده رو نشون میده که ظاهرا دانسیته ناحیه در حد آب بوده. این هم یک پریکاردیال افیوژن لوکوله رو داره میبینیم در ناحیه نان دیپندنت اتفاق افتاده و به نفع یک پریکاردیال افیوژن لوکول است. در این تصاویر هم که در شکل سمت چپ یک هموپریکارد دیده میشه در تصاویر بدون تزریق کاملا همینطوری چشمی هم به نظر میاد که دانسته شبیه دانسته خونه، در فاز بدون تزریق کنتراست گرفته شده، یک هموپریکارده و در شکل سمت راست هم این تاثیر تامپونادی که ایجاد کرده در واقع اثر فشاری که روی دهلیز راست و بطن راست به خصوص در دهلیز راست دیده میشه که اثر فشار مایع پریکارده و این هم به نفع تامپوناده که نتونست اجازه ندادی که فرد سمت راست به خوبی باز بشن. علائم تامپوناد به این صورتی که در واقع اختلال در ریلکسیشن دیاستولیک داریم و پرشدگی بطنی دچار اختلال میشه، علتش هم فشار بالای داخل فضای پریکارد هستش. خصوصا اثر همودینامیک این مسئله بیشتر بر حفراتی که فشار پایینتری دارن مثل بطن راست و دهلیز راست دیده میشه و منجر به اختلال بازگشت وریدی و کاهش کاردیاک آوتپوت میشه. در شرط حاد حتی حجم مایع بسیار کم، مثلا در حد 150 تا 200 سی سی هم میتونه منجر به تامپوناد بشه، در حالی که اگه جمع شدن مایع خیلی تدریجی باشه حتی تا 1 لیتر هم ممکنه اختلال همودینامیک ایجاد نکنه. پس سرعت جمع شدن مایع در پریکارد از حجمش هم
مهمتره. چون که پریکارد من همیشه با خودم این مثال رو میزنم مثل شبیه یک کمربند ایمنی ماشینه. اگه ناگهانی ترمز کنه ماشین میبینیم که کمربند سریع سفت میشه، در حالی که اگر آهسته ما بخوایم خودمون کمربند رو بکشیم میتونیم تو حجم خیلی حد خیلی زیاد این کمربند رو ما بکشیمش، بهش کش بیاریم. در واقع پریکارد هم همین ویژگی رو داره. اگر این حجم کم به طور حاد پر بشه مثل کمربند ایمنی، سری پریکارد خودش رو سفت نگه میداره و اثرات همودینامیک ایجاد میکنه، در حالی که اگر این حجم تدریجی پر بشه این حالت ایجاد نمیشه. بیماری که خدمتون عرض میکنم پریکاردیت هستش. پریکاردیت ناشی از چیه؟ التهاب دیواره های پریکارده، لایه های پریکارده که اغلب علتش ناشناخته است، اغلب ممکنه علتش عفونت های ویروسی باشه. سایر شرایطی که میتونن منجر به پریکاردیت بشن شامل رادیاسیون به توراکس در بیماری های مریگنسی مریض رادیوتراپی شده، بیماری های کلاژن واسکولار هستش، اورمی، انفاکت میوکارد، خود ام آی میتونه پریکاردیت بده و خود جراحی های قلب ناشی از اون صدماتی که به پریکارد، لطماتی که میخوره میتونه ایجاد پریکاردیت بکنه. هنوز هم تی بی سل یک علت بسیار شایع در سراسر جهان برای علت عامل پریکاردیت هستش. شایع ترین رافته هم که در سی تی قلب بیماران پریکاردیت میبینیم افزایش ضخامت پریکارد و انهانسمنت پریکارد هستش و اغلب اینها پریکاردیال افیوژن هم دارن. پس یک پریکاردیت حاد در سی تی رو ما میتونیم با ضخامت پریکارد، افزایش ضخامتش همراه با انهانسمنتش همراه با جمع شدن مایع تشخیص بدیم. پریکاردیال انهانسمنت عرض کردم که بهترین زمان برای دیدنش در تصاویر تأخیری هستش، تقریبا 75 ثانیه رو ذکر کردن که پس از تزریق کنتراست ما تصاویر تأخیری اگه بگیریم پریکارد رو بعد از 75 ثانیه خوب می‌بینیم. وجود کالسیفیکیشن پریکارد و چسبندگی به نفع یک پریکاردیت مزمن هستش و در کاردیوکسیتی ما می‌دونیم هم چسبندگی هم کالسیفیکیشن رو به خوبی می‌تونیم ببینیم. در بیماران با پریکاردیت مزمن الان من بگم ببخشید خدمتتون، این پریکارد مزمن گفتیم که کالسیفیکیشن و چسبندگی زیاد دیده میشه. این تصویری که میبینید یک بیمار با پریکاردیت هستش که همراه با انهانسمنت پریکارد، میبینید پریکارد هر دو لایه‌اش تقریبا انهانس شده و مایع جمع کرده، افیوژن داره. یک پریکاردیت رو داریم اینجا، تصویرش رو میبینیم، هم میبینیم که در واقع ضخامت کلا لایه پریکارد هم افزایش یافته است. در بیمارانی که پریکاردیت مزمن دارن ممکن اینا به سمت فیبروز پریکارد برن و در واقع اختلال در ریلکسیشن بطنی، نارسایی قلبی و حتی شرایطی شبیه به کانستریکتیو پریکاردایتیس ایجاد بشه، در واقع بیماری سی پی. شایع ترین فرم سی پی هم فرم فیبروز مزمنش هستش که به صورت یک پریکارد فیبروتیک و ضخیمه که همراه با کالسیفیکیشن در 30% موارد در واقع رخ میده و در واقع 30% موارد سی پی کالسیفیکیشن دارن، اغلب هم در شیار دهلیز بطنی درگیر میشه. پس یک سی پی نشانش در واقع یک فیبروز مزمنه، اگه فرم فیبروتیکش باشه به صورت فیبروز پریکارد همراه با 30% موارد کالسیفیکیشن هستش و شیار دهلیز بطنی رو درگیر میکنه. این تصویر هم که ملاحظه میفرمایید کالسیفیکیشن های پریکارد رو داره نشون میده در واقع انهانسمنت دهلیز ها در یک بیمار سی پی رو ببخشید یک انلارجمنت دهلیز ها رو داریم میبینیم در بیمار سی پی همراه با کالسیفیکیشن پریکارد. سی تی قلب یک روش عالی برای بررسی کل پریکارد و تشخیص ضخامت و کالسیفیکیشن پریکارد. وجود ضخامت پریکارد بالای 4 میلیمتر همونطور که عرض کردم در یک بیماری که از نظر فیزیولوژیک کانستریکتیو رستریکتیو داره به احتمال زیاد سی پیه، یعنی مریضی که دچار رایت ساید فیلر شده، آر ال اش بزرگ شده و هر زمان اگه ما در سی تی دیدیم ضخامت بالای 4 میلیمتر شده باید شک کنیم به سی پی. حالا اگه کالسیفیکیشن ببینیم که خب باز هم احتمال بالاتر میره، خصوصا اگر ضخامت پریکارد به بالای 6 میلیمتر برسه تقریبا میگه به احتمال خیلی زیاد دیگه مریض دچار سی پی شده.
البته که در حدود 20% موارد سی پی میتونه ضخامت پریکارد نرمال داشته باشه. پس همینجا یادمون بمونه اگر یک گزارشی دیدیم که ضخامت پریکارد نرمال ذکر کرده بود ولی گفته بود احتمال داره مریض سی پی باشه، تعجب نکنیم. پس در 20% موارد سی پی یا کانستریکتیو پریکاردایتیس با وجود ضخامت نرمال میوکارد اتفاق میفته. در موارد پیشرفته بیماری بزرگی دهلیز ها به همراه باریک شدگی بطن ها دیده میشه. دهلیز ها درشت و بزرگ میشن، بطن ها باریک میشن. آی وی سی دایلیت میشه، وریت های هپاتیک هم همینطور دیلاته میشن. انهانسمنت با کنتراست در فاز تأخیری میتونه به ما نشون بده که یک حجم بالای پریکاردال افیوژن داریم، که اگر این مسئله بود مریض انهانس شده بود و یه حجم بالای پریکاردیال افیوژن داشت، بعد به پروسه های التهابی و حتی ساب تایپ افیوزیو سی پی هم شک بکنیم. از طرف وجود یک لایه زخیم و چسبنده بین لایه های پریکارد به نفع ساب تایپ ادهسیو هم هست. پس همینجا من عرض کنم که 3 تا ساب تایپ رو عرض کردم خدمتون. یک ساب تایپ فیبروتیک بود که گفتیم کاملا فیبروزه میشه، کلسیفیکاسیون دستی درصد دارن. فایز افیوزیف هستش که همراه با در واقع انهانسمنت که در این تصاویر میبینیم همراه با یک پریکاردال افیوژن قابل توجه، پس فاز سی پی افیوزیف هستش. و یک سی پی داریم به اسم ادهسیف که در واقع لایه های پریکارد کاملا به هم چسبیده شدن. به کمک تصاویر سی تی رتروسپکتیو ای کی جی گیتد میتونیم در فاز ارلی دیاستول سپتال بانس رو ببینیم، که میدونیم که سپتال بانس یکی از ویژگی های خیلی خوب سی پی هستش، که در واقع حرکتی هست که در سپتوم بین بطنی در ابتدای دیاستول میبینیم. در واقع اون فازی که ما انتظار داریم بطن دایلیت بشه، اون سپتوم بین بطنی به سمت آروی حرکت کنه، میبینیم یه حرکت ناگهانی به سمت الوی پیدا میکنه سپتوم بین بطنی که بهش میگن سپتال بانس. علتش هم فشار بالای حفرات سمت راست هستش و این یکی از ویژگی هایی هست که در سی پی میتونیم پیدا ببینیم. و به کمک پس عرض کردم سی تی رتروسپکتیو، همونطور که اولش گفتیم با تصاویر رتروسپکتیو ما میتونیم تمام فازهای قلب رو به دست بیاریم، علاوه بر فانکشن، علاوه بر اندازه‌گیری دیامتر و ضخامت بطن، میتونیم سپتال بانس در سی پی رو هم با این روش ما ببینیم، هرچند که ام آر آی و اکو روش بهتری برای تشخیص این مسئله هستند. خیلی متشکرم از لطفتون، خسته نباشید. اگر سوالی هست من هستم خدمتتون.